در نخستین روزهای کار هیئت بررسی کننده رویداد جلوگیری از نشست یک هواپیمای مسافربری کامیر در بامیان، افزون بر وظیفه آمر حوزه اول امنیتی پلیس بامیان که پسر عبدالرحمن شهیدانی است، وظایف فرمانده میدان هوایی این ولایت و آمر امنیت فرماندهی پلیس بامیان به حال تعلیق درآمدند. از 5 نفر به صورت جدی تحقیق کردیم، از جمله 3 نفر از این افراد به کابل با خود انتقال دادیم که شامل آمر امنیت، قمندان میدان و آمر حوزه اول امنیتی است. به شدت تیم ما بالای ای دوسیه کار دارن و هر چاجل ای دوسیه را ما روان میکنیم به سارانوالی افغانستان. در این میان با متوقف شدن پروازهای شرکت هوایی کامیر، ده ها گردشگر در بامیان گیر ماندند. گردشگران در بامیان میگویند که زمان تکت هایشان برای برگشت از بامیان و رفتن به کشورهایشان گذشته است و آنان پروازهایشان را در دبی و کشورهای دیگر از دست دادند. یک بار دیگر نشان دادند که حاکمیت دولت در بعضی از ولایات ضعیف است و افراد زورمند هنوز هم حرف اول میزنند. با این هم مسئول امنیت پروازهای شرکت کامیر درباره از سرگرفتن پروازهای هواپیماهای کامیر چنین میگوید: هر زمانی که قضیت تکمیل شود و اداره مستقل هوانوردی ملکی بر ما از امنیت و مسئولیت میدان هوایی بامیان اطمینان دهند، ما پروازهای خود را به بامیان آغاز خواهیم کرد. به روز 3 شنبه همین هفته، پسر عبدالرحمن شهیدانی، عضو مجلس نمایندگان و نزدیکانش به علت بازماندن آقای شهیدانی از پرواز کابل بامیان از نشست یک هواپیمای مسافربری کامیر به میدان هوایی بامیان جلوگیری کردند.